أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقيه الله المهدي اجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه ورزقنا الله رؤيته اللهم كل وليك الهجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها تبيلا هدية بمحزر نوراني ومبارك بقية الله الأعظم تأجیل در فرجشون سلامتی وجود نازنینشون خداوند ما رو از اصحاب و انصار و یاران و شهدای رکاب حضرتشون قرار بده انشالله عرض تسلیت به محضر امام زمان و انشالله این مجلس مورد عنایت خاص حضرت باشه و خداوند به برکت حضرت به دعای حضرت همه بلاها رو بالاخص این بلای جهانگیر کرونا رو به زودی زود از جهان از مسلمین از شیعیان امیر المؤمنین از کشور عزیزمون ایران از جان هیئتیها ها و ازاداران امیر المؤمنین و شبزنددارها انشاءالله دور بدارد نصار وجود حضرت صلوات نایت بفرماییم اللهم صل على محمد و آل محمد خب شب محتمل قدر از لیالی قدره و مهمترین اعمال امشب دعا و مناجات عنوانی که میخوام خدمت شما عرض بکنیم اینه که دعا یک مکتب تربیتی دینه دین اسلام با چیزهایی با معارفی با راهکارهایی من و شما رو تربیت میکنه مثلا مثل دعا مثل یاد مرگ اینها راهکارهایی که دین انسان رو تربیت میکنه دین میخواد چی تربیت بکنه و از انسان چه موجودی رو تحویل جامعه بده توی کلمه دین میخواد موحد تحویل بده انسان توحیدی لذا تربیت باید تربیت توحیدی باشد تربیت توحیدی یعنی چی؟ یعنی این که دو جنبه دارد توحید به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه میفرماین که هر کس میخواد به مسیر سعادت برود این دو جنبه رو باید رایت بکند و از اول کار قدم اولش رو با همین دو جنبه بردارد وگرنه راه رو خطا رفته مسیر رو اشتباه رفته اون دو جنبه چیه؟ از ربوبی و زل یا زل عبودیت یعنی چی؟ یعنی اینکه خداوندی قادر و متعال جهان رو اداره می کند. خلق کرده نه تنها خالق جهان است بلکه رب جهان هم هست. عزیزان می دونن که خداوند خالق مشکلی ندارن. مشرکین با خداوند خالق مشکلی ندارن. یعنی با شرک هم جمع میشه. میگن خدا ما رو خلق کرده بعد دیگه به حال خودمون واگذاشته ما دیگه کار خودمون رو میکنیم از این ما کار خودمون رو میکنیم از اون هم شیطان داره کار خودش رو خرابکاریاش میکنه بعدا حالا یه زمانی به نام قیامت خداوند میاد حالا حساب کتاب میکنه این اعتقاد مشرکانه است میگه قرآن میگه اگر از مشرکین سوال بکنی که خلق خلقتهم من خلق السماوات سماوات و الارض لئن سألتهم من خلق السماوات سماوات و الارض اگر ازشون سوال کنی خالق آسمان و زمین کیه لیقولون الله میگن الله یعنی با خالق بودن الله مشکلی ندارن خب خدا خلق کرده خلق کرده دیگه به حال خودش واگذار کرده شیطان هم با خالق بودن خدا مشکلی نداره تو آیه قرآن از زبان شیطان میگه به خدا عرض میکنه خلق تنی من نار تو من رو خلق یعنی میدونه خدا خالقه این پس کف توحید نیست که بگیم آقا اگر خدای الله خالق جهان رو قبول داشته باشی پس تو موحد هستی و جا تو بهشت و ایمان نه اینطوری نیست عرض کردم اینو مشرکین هم دارن کف توحید باید خداوند رب العالمین رو قبول داشته باشیم الله رب العالمین باید باشه رب یعنی چی؟ یعنی صاحبی که مالکی که مدبر هم هست برنامه ریزی می کند دخالت می کند تو تکوین و تشریع عالم خدا رب العالمینه برای همینه تو نماز شبانه روز شما ده مرتبه واجب میگید الحمدلله رب العالمین مشکل شیطان با چیه؟ با خدای رب العالمینه یعنی خدای تو خلق کردی بالا بزرگ کار رو میکنیم دیگه تو خلق کردی من دیگه دوست ندارم به این آدم سجده بکنم تو خلق کردی من دوست دارم اینطوری حلال بخ... حرا... حرام بخورم حلال رو انجام ندم واجب رو انجام ندم دیگه به تو به ما کاری نداشته باشی در حالی که خداوند رب العالمین هم در نظام تکوین هم در چینش عالم برنامه ریزی عالم قضا و قدر عالم خداوند ریز ریز جز جز دخالت می کند برگی از درخت بدون اذن او فرو نمی و هم در نظام تشریع و قانون گذاری خدا داره این جهان رو می گرداند و دستور میده عوامر و نواهی این خدا میشه خدای دین و اسلام اعتقاد به این خداست که انسان رو مسلمان میکند اعتقاد یعنی چی یعنی او قادر متعال بر همه عالم قاهر است قادر است عالم است حکیم است همه عالم رو داره میگردونه همه عزت مال اوست همه عظمت مال اوست الحمد لله رب العالمین الحمدو خدا روح و ریحان و رزوان و نور به قبر متحر و منور امام رزوان الله تعالی علیه قاعد و واصل بکنه نصار روح امام شب قدریه روح همه علمای صلوات نهایت کنین اللهم صل علی محمد <محبا> <محبا> و <محبا> امام در تفسیر سوره حمدشون میفرمودند وقتی شما میگید الحمدلله رب العالمین همه حمدها و ستایشها مال خداست نه اینکه میخواد بهت بگه همه حمدها رو مال خدا بکن فقط خدا رو حمد و ستایش بکن نه میگه تو هر چیزی در عالم ستایش بکنی یک گل زیبا دیدی بگی عجب گل زیبایی یک انسان خوب دیدی بگی عجب انسانی هر چیزی رو در عالم حمد و ستایش بکنی اون حمد و ستایش خداست هیچ چیزی در عالم هیچ حمدی در عالم جز برای خدا قرار نمیگیره الحمد و همه ی حمدها مال خداست همه ی حمد خب این خدا اگر بیاد تو دل ما مشکل اینه که این خدا به زبون ما ممکنه بیاد زیاد میاد قرآن میگه قالت الاعرابو آمننا اعرا... اعراب اومدن پیش پیامبر گفتن ما ایمان آوردیم پیامبر بهشون بگو قل لم تؤمنو ایمان نیاوردید که ولکن قولو اسلمنا بگید ما اسلام آوردیم اسلام مال همین زبان اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم بگین ما اسلام آوردیم یعنی زبانمان گفت و لما یدخل ایمان فی قلوبکم اینها وارد قلبتون نشده ایمان نشده اسلام زبان ماها معلوم نیست چقدر از دینمون به قلبمون نفوذ کرده و چقدر ظاهر و لفظمون اما اگر این این خدا بیاد بره تو قلب ما عظمتش علمش قدرتش عزتش قرآن در جا جای ارزم به حضورتون که کلام وحی رو شما نگاه بکنید تو جنگش تو بحثای احکامش تو اقتصادش تو بحث طلاقش تو بحثای توحیدیش تو بحثای تاریخش هر جا که هست اون بحث توحید رو که خدا همه کاره عالم رو یک کلید واژه داره قرآن که آقا هیچ کس تو این عالم کاری نیست جز خدا به پیامبر داره بی... پیامبر بحث جنگ دیگه داره بحث جنگ رو میگه بعد به پیامبرش میگه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما تو تیر نیانداختی خدا تیر انداخت تو طلاق داره بحث طلاق و سوره طلاق بعد میگه اتق الله و من یتق الله هر جا که هست این ان الله ان الله و الله این کلا این خدا رو این عظمت خدا رو اسماء خدا رو بزرگ میکنه که نه هیچ کس در عالم کاری نیست جز خدا حالا این خدا بیاد بره تو قلب من و شما وقت چجوری زندگی میکنیم از ربوبی بیاد بره تو قلب من و شما اولین نقطه اینه که ما ذلیل درگاه او میشویم ذلت در پیشگاه خداوند امام میگه این کلید همه سعادت انسان که عزت او و ذلت خودت رو بفهمی ولو شده به سر سوزنی در پیشگاه خدا برای خودت عزت قائل بشی ما هم یک کسی هستیم تموم شد تموم شد کار انسان تموم شد نابود میشه آقا عارف بلعم با او را به مقام اسم اعظم رسیده ذره در دلش من وارد بشه تموم کارش امام میگه تا این رو حلش نکنی اصلا رفتن به سمت ریاضت دینی کشیدن نماز خوندن روزه گرفتن عبادات اینا همش تو رو رشدت نمیده بلکه دیدید آدم هایی که نماز میخونن مقرورتر میشن من نماز خوندم آن الان امشب میگه من شب زنده داری کردم یکی از نشانه های دینداری درست اینه که انسان نسبت به خدا طلبکار کار نشه طلبکار نشه هر وقتی دیدی نماز خوندی شب زنده داری کردی انفاق کردی روزه در روز گرم گرفتی حج رفتی هیئت رفتی بعد گفتی خدایا ببین من بودم و بدون کار خراب بی خراب مولای ما سید و شهده به همون یاد داده همه چیز رو که فدا کردی همه چیز رو همه ی مال و دارایی و جان و آبرو و عزیزان و همه رو که فدا کردی آخرش بگو الهی رزن به قضاک تسلیم الله این سمره داری اون اللهی که این عظمت رو داره و این بنده ای که این ذلت رو داره اینو کجا باید درکش بکنیم عزیزان تو کدوم کتاب تو کدوم مقاله تو کدوم گفتار تو کدوم سخنرانی جز با دعا انسان موحد نمیشه جز با دعا چرا تو روایات ما میگن دعا مخل مخ عباده یعنی تو نماز میخونی روزه میگیری حج میری زکات میدی همه ی عبادات رو اگر انجام بدی مخ و مغز همه این عبادات اون اتصالته به درگاه ربوبی که دعا بکنی اگه این مخ رو بگیری همش بیخاصیت چرا اینطور میگن؟ چون تو دعا بهترین جاییه که انسان حالا این دعاها میخواد ما رو تربیت بکنه دیگه این دعای کمیل این دعای ابو حمزه این دعای افتتاح اصلا نه میخوام با خدا حرف بزنم اصلا دعای معصومین یعنی چی مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس باس چی نوشته علمای دیگه کتابهای دعایی باس چی نوشتن این حرفشون اینه که شما مؤمنین وظیفتون دعا کردنه که شب قد نه هر ثانیه و هر لحظه وظیفت دعا کردن میخوای بشینی سر غذا دعا کنی میخوای بری راه بیفتی دعا کنی در کوچه میخوای بری دعا کنی دنبال ماشینی دعا بکنی ببخشید تو مثلا سرویس بهداشتی هم میخوای بری اینا رو دعا 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 در حالات امیرالمومنین داریم رجل دعا مردی که دائم دعا میکرد خب این بزرگواران نوشتن اینا رو با چی نوشتن تو که موظفی دعا بکنی خودت خیلی زبون برای دعا کردن نداری بلد نیستی به تعبیر دعا ادعو که به لسان قد اخرسه زنبه و به قلب قد اوبقه جرمه با یه زبانی میخوام تو رو بخوانم که گناه لالش کرده بعد میگه خدای من بلد نیستم اصلا بلد نیستم چی بخوام در خونه شب قدری چی میخوای در خونه بخوام بچه اون مریض اون یکی مریض شفا بده این مشکل مالی اون یکی ازدواج اون یکی فلانه میگه همه میدم همین بود بلد نیستی برو یه ذره ابو حمزه بخون یه ذره مناجات شعبانی بخون یاد بگیر دعا چی باید چون یکی از نشانه های رشد من و شما میدونید چی عزیزان اینی که آرزوهامون که در قالب دعا هست بزرگ بشه آدمی که دائم آرزوش همیناست نشون میده همون بچه مونده اصلا رشد مکه. دینم که می... دینم که سراغ دینم که میره خب این دین چی میده من نماز بخونم چی گیرم میاد حالا یا تو این دنیا یا تو اون دنیا ده. همه چیش حساب حسابگران است گفت نماز استاد ما گفت نماز بعضی خیلی بوی دنیا میده این نماز رو خونده بلا فاصله بعدش خدای چی میدی بهم چی میدی بهم ما یه جا رفتیم تسلیت بگیم به بنده خدای قبلش شما گفتن جوونش فوت کرده بود گفتن این خیلی دست به خیره خیلی آدم دست به خیره به سلوات کنید رفتیم خلاصه تا وارد شدم حالا ما رو دید انگار مثلا نماینده تامل اختیار خدا اومده الان تصدیت بید گفت آقا خدا چرا با من این کارو کرد من که همه اوم برای او دویدم و نمیدونم کار خیر کردم و فقرا و فلان این تو ذهنش یه عمری دویده که خدا یه جایی تو این دنیا مثلا بچهش رو حفظ کنه معامله کرده دیگه عیبی هم نداره خدا هم بهترین معامله گره ولی تو بزرگ نشدی تو اصلا بزرگ نشدی دینداری ماها ته تهشیه زندگی یکی به من میگه خدا آجا ما هر روز نمیدونم سوره یاسین میخونم چرا انقدر زندگی مشکل داره یعنی انتظار داره که این نمازها و روزها یه معامله ای کردیم دیگه همین دنیا هم تازه خیلی هاشو میخواد خیلی هم به اون ور نمیذاره دعا من شما رو موحد بار میاره می اولا تو خاکی تو هیچ چی نیستی پسترینی تو یکی از دعاهای صحیفه سجادیه امام سجاد میفرماد الهی انا اقل الاقلین و اذل الاذلین اینا فیلم بازی نمیکردن. فیلم بازی نمیکرد که منو چون یاد بگیریم نه واقعا داشت می گفت خدا یا من کمترین کمترین ها من امام سجاد و پسترین پستران هست لذا تو آداب دعا اینه که یه جوری بشینی لاغش نشستن ده جوری باشه که حتی تو قدیمی ها رو اگه میتونی رو خاک بشینی نمیدونم اینجوری بشین که این زلته که آروم بیاد تو قلبت بفهمی تو زلی کسی نیست هیچ چی نیستی نه تنها هیچ نیستی بلکه گناهکارم هستی در خونه خدا از از آداب دعا اینه که اول حمد خدا رو بگی دعای افتتار نگاه کنید قشنگ ترتیب آداب رو تو دعای افتتاح گفت اول الحمدلله لذی الحمدلله لذی بعد خدای تو اینو به من دادی نعمت های خدا رو حمد و شکر فرق میکنم با هم دیگه بعد نعمت های خدا رو بگی شکر کنی بعد خودت رو گناهکار حساب بکنی وقت تازه بگی اینو بده بعد تو بعضی روایات داریم بنده میاد همون اول میخواد نعمت های اون حمد خدا رو صفات خدا رو کمال خدا رو بگه همونجا گیر میکنه این دعای سحر رو نگاه بکنید اللهم من یسالو که من که حالا تعبیر فهم منه کم فهمه دیگه امام سجاد داره این دعا رو امام باقر داره این دعا رو میخونه اصلا گیر کرد تو صفات خدا دیگه وقتش تموم شد دعا نکرد دیگه من بهای که به به بهایت به عظمتت به علمت به نورت هی hey, میگه به قسم میدم خب چی میخوای هیچ آخرش میگه عجبنی هیچ تو جواب اون بده من چیزی نخواست تنها دعاییه که تو شما هیچ خواسته ای ندارید فقط یه عجب آخرش داری اصلا امام یهو گم شد تو صفات و اسماء الهی اگر اینو کجا میتونید تو کدوم کتاب میتونن به شما بدن هیچ جز پای سفره کمیل جز پای سفره دعای سهر ابو حمزه افتتاح صحیفه سه اینا رو هیچ جا دیگه نمی یعنی آدم اگر موحد باشه امکان نداره اهل دعا و مناجات نباشه هر اندازه توحیدش قوی تر بیشه بیشتر اهل مناجات بیشتر اهل دعا میشه لذا یکی از عذابهای خدا حرف آخر بنده رو جمع بکنه ببینیم ارزش این که آقا شب قدر تو بعضی روایات میگه آقا بعد از نماز من قرآن بخوانم به معصوم میگه یا دعا کنم امام میفرماد دعا کن قرآن کلام خداست امام میفرماد دعا آیه قرآن میگه دعا عبادت ادعونی استجب لکم بعد بلا بعدش میگه ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم کسانی که از این عبادت من تکبر یعنی دعا اهل دعا نیستن اهل مناجات نیستن لذا یکی از بالاترین عذاب های خدا برای من و شما اینه که اهل مناجات نباشیم اهل دعا نباشیم گفت حضرت موسی داشت میرفت کوه تور گفت این گناهکار گفت برو به خدا بگو که این همه میگی عذاب میکنم عذاب میکنم کوه ما این همه گناه کردیم حالا یه جور پر روی حضرت اومد مناجات کرد خدا فرمود چرا پیام بنده ما رو نمیرسون خدا یا حرف بی ربطی زد نه برسون تو پیام رو برسون موسی بهش بگو سال هاست داریم عذابت میکنیم لذت مناجات رو از تو گرفتیم لذا توحید عملی جز در دعا و مناجات جای دیگه پیدا نمیشه ذلت عبودیت جز در دعا جای دیگه شاید خوب پیدا نشه این که قرآن اصرار داره خدا از رگ گردن به من و شما نزدیک میتونیم تو کتاب ها بخونیم برای ما کلاس و درس بذارن ولی این فقط تو دعاست که یه یا الله میگی نمیرید پشت ابرها یا الله میری تو دلت اینجا دنبال خدا اونجا میفهمی که خدا گفت یار نزدیک تر از من به من است میفهمی خدا از خودت به خودت نزدیک تر. اصلا همه دین رو تو دعا میتونی به دست ولی به شرطی که دعا دعا باشه روزنامه خوندن نباشه اهل مناجات بشی اهل تضرع بشی همه خدا انقدر بلا به من و شما میده که یه یا الله با تضرع بگیم و انقدر ارزشش بالاست که بلای زیاد میده لعلهم یا بیاین در خونه من یه یا الله بگید با تضرع من میگم اون بلا رو ولش کن اصلش همین بود اصلش همین که تو بیا یا الله حالا امشب بیایم خدا بخوایم اهل تضرع بشیم اهل بکا بشیم اهل دعا بشیم اهل دعا بشیم اهل مناجات بشیم تا خلوتی گیر بردیم سری وصل بشیم سری وصل بشیم به خدا کمکمون بکنه به حق امیر المؤمنین به امشب آقا امیر المؤمنین ما اهل مناجات و دعا بشیم من عرض سلامی بکنم و تحویل عزیزمون بدم السلام علیک یا امیر المؤمنین السلام علیک یا امام المبحدین یا مولا الموحد همچین شبی آدم نجف باشه یا مسجد کوفه اونجا مولا یا مولا بخونه مولا یا مولا بخونه هیچ چیز در دنیا لذت بخشتر از این نیست همه یه عالم رو بدن یه شب نجف کنار ایبون طلا بگی مولای یا مولا بعد گیر میکنه آدم نمیدونه مولای یا مولا یا مولای یا یا مولا حیران میشه در مولاش شبات خونه بچه هاش مهمانی بود ظاهرا هر شب خونه یکی مثل امشبی خونه دخترش بود حالا بعضی ها میگن زینب کبرا بعضی ها میگن حضرت اون بکلس شنیدید سفره رو پهم میکنه نون میذاره شیر و نمک رو میذاره رعایت حال پدر پیرش رو میکنه سه سالش حضرت میفهمد کجا دیدی بابا دوتا خورش رو با هم بخورد و دست بردم نمک رو بردارم فرمود نه عزیزم شیر رو ببر کنده این شیر رو ببر بسه یتیما اون مال یتیما گذاشتم همین نمک ما رو بسه بعد میگه تا سحر حضرت قدم میزد میگفت انا لله و انا الیه راجع دخترش گفت بابا دلمو خون کردی یه شب به تعبیر ما دیگه یه شب مهمان مایی دلمون رو خون کردی چرا میگه انا لله ای به آسمان نگاه میکرد میگه انا لله و انا الیه راجعون بابا امشب شب همون شبیه که جدد رسول الله قول داده به من که این محاسنم هم به خون سرم خذاب بشه سفارشاشو کرد عرفاشو زد رفت سمت مسجد قاتلش هم از خواب بیدار کرد بلند شو وقت کاره به نماز نافله صبح که رسید نانجیب فرق آقا رو شکافت همون جایی که امر ابن عبدود تو جنگ خندق فرق آقا رو شکافته بود اما فرقش این بود که قاتلش میگه من هزار دینار دادم این شمشیر رو خریدم هزار دینار هم سمش دادم اگر با این سم به آبهای دریا میزدم همه ماهیان میمردن دختر علی بابات خوب نمیشه صدا در کوه بیجین الا تهدمت ارکان الهدا زیر بغلاشو گرفتم نزدیک خانه رزید ورمود رهام کنید میخوام خودم برم دخترم اینطوری منو نبینه زینب جاداره بگی علی جان یه شمجیر خوردی هنوز دور برد بچه ها و پزر ها بودن از دین دی حالتو زینب کبرا ببینه کجا بودی کربلا عزیزت زیر دست و پا زینب کبرا نه همه زن و بچه دارن نگاه میکنن شمشیر دار شمشیر میزنه نیزه دار نیزه میزنه هنا يك شيء ندورن ببدن زهران زهرا سامي زنان الا لعنه الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أَيَّامٌ غلب يَنْغَلِبُونَ